ریاکشن امروز رو میخوام با یه سوال شروع کنم. این بیتی که میگم و بچه ها بنویسید یادتون از کیه یا نه. دراز شده زبون تاجی با عربا گشتی، فقط زر ازشون یاد گرفتی، مرحبا مشتی. یادتون اینا رو کیه. سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فولش. توی این ویدیو قراره بریم موزیک ویدیوی کی شنیده. فرشاد جان یه پیام دارم من حافظه. کی شنید از ایهود رو ببینیم از کانال یوتیوبش که توی دیسکریپشن لینک موزیک ویدیو رو گذاشتم، میتونید موزیک ویدیو رو از اونجا ببینید. بجز اون لینک صفحه من توی فضای مجازی هم توی دیسکریپشن هست، سه تا پلیلیست هم لینکشون توی دیسکریپشن هست، کانال دوم یوتیوب هم که جز به همون صفحه مجازی توی دیسکریپشن هست لینکش، که من دقیقا قبل از این ضبط اونجا داشتیم لایو میذاشتیم. کانال دوم به اسم اس نداره. شنبه شب هم بچا توی کانال، تو همین کانال یه لایو استریم داریم به اسم شور استریم، که توی اون موزیکایی که شما برام میفرستید و گوش میدیم، بیشتر موزیکایی که حالا دوست دارن کاراشون، کسایی که دوستن کاراشون رو ما بشنویم، حالا که کلا کسایی که کار برام میفرستن که مثلا اینو گوش کن، همه رو جمع کردیم توی لایو استریم و اونجا گوش میدیم کارا رو. ویدیو یه نکته اخری داره که اولین کسی که توی کامنت نکته اخری رو بنویسه، دقیقه و ثانیه نکته اخری رو بنویسه، کامنتش پین میشه. و اگر فورگن وارو پاچیدی تو کامنت، بریم واسه شنیدن و دیدن موزیک ویدیو کی شنید. آرتیست ایهودی اسم. کاشکی که همون دیسکریپشن اینستاگرام رو کپی پیست نمی‌کردید برای دیسکریپشن یوتیوب. آرتیست ایهود بیت پرودوسر ویوی بوی و ایهود میکس مستر، ایهود ریکورد آرمان ریکوردز، کامرامن محسن، ادیت ایهود، دایرکتد بای آرتومار و ایهود. ایهود جان فقط تو دو تا از پست‌ها شما نبود اسمت، اونا هم یاد بگیری، کامرامن هم خودت بشی کم کم، ریکورد هم خودت انجام بدی، ان شاءالله دیگه لیبل می‌زنی دیگه، تنهایی همه کارشو خودت می‌کنی. برو بریم. بچه ویوی بوی کارش توی ترک شانسی که از مرساد گوش دادیم، لینکشو من اینجا میذارم، من اونجا بهش ایمان آوردم، قبلا میشناختمش، ایمان نداشتم بهش، احسان داشتم و واقعا بهش ایمان آوردم تو اون کار، خیلی به نظرم تأثیر عجیبی داشت اون ترک، خوب شدن اون ترک. حالا این ترک هم به نظر بیت عجیبی داره، ای میشنفی کیشنی تو گوشت هدفون بره، باید درس کنم این کار سفت و یکه، ناب و خالص ایران خماره، باید برسونم به گوششی پاپ و باش، صدای منو از زیر زمین داری، اون چیزایی که دیدم و میشنوی باریت، همه حکما قصاص دام، من رفتم پی قصاص دام، وقتی همه بود همه حکما قصاص ادام، من رفتم پی حکما قصاص دام، من رفتم پی قصاص دام، وقتی همه یه چیزی صدام قص نمیدونم، یه هامونیمی یا یه ایهامی چیزی داره استفاده میکنه دیگه، قصتای صدام مثلا، قصه های صدام. صدای منو از زیر زمین داری، اون چیزایی که دیدم و میشنوی باریت، همه حکما قصاص صدام، من رفتم پی قصاص صدام، وقتی همه قصه و صدام پی تراولا، من کسفل پی جناس تام، خدا بهشت تراولا، من کسفل پی جناس تام، خدا بهشت و فروختن یه جا به جاد، یه کارتون هم دم پولت مطرب رو میبینیم، دوستی رو میبینیم، مرساد رو میبینیم، زحاکی رو میبینیم، این دوستمون که بین دانیال مطرب و زحاکی نمیشتسمش. حاجی موزی من احساس میکنم تو خونم خودی هم که همه. بعد همونطور که گفتم بیتو گوش کنید، کار ویوی با دمت کن خیلی خفنه. بزار مسیحای لشکر سمفونی مرده توی سکانس فالش، کل رفیقام رو متان فتامی، من پنی کتکی هم داشتی به جام به چاق، ازام به خاک میشه نجاد ما، توی لیگ سرکوب میدن یه جام به ما، یه جام چه کادری به خاک می... چه کادر باحالیه، میشه نجاد ما، توی لیگ سرکوب میدن یه جام به ما، یه جام به ما بدید، یه جام به ما، چرا حقمونو نمیدید، یه جام به ما، بلو جام اونا و حجاب ما، توی شعر آزادی حروم حجاب ما، مملکتو میدن اجاره با، بانکو همه میگیرن یه جاره با، این همه داد زدیم کشه. چه رایمای فیکسی داشت، یعنی رایماش خیلی چفت بود، یه ذره یه واج توش عوض نمیشد.
داره بابان کام همه میگیرن یه جاره با این همه داد زدیم چی شنید جامعه سنگ بود و دل ما بود چیش کادراش خیلی باحاله. من نمیدونم کار کامرامن یا کار دایرکتره این کادرا ولی مثلا این کادر خیلی کادر باحالیه. بک‌گراند سفید تیشرت مشکی یعنی کانترستی دارم با تصویر با بک‌گراند. یه سری بشکه بالای کانکس توی پنجره های کانکس هم یه سری آدم با کله کیسه زباله. ای عزیزتون یه خورده مسکی اینجا ضعیف یا که اون مسکایی که شده تصویر که تکون خوره نگاه یه کیفره یه بچ کیفره میزدی همه چی ردیف بود. اشینمه داد زدیم چی شنید جامعه سنگ بود و دل ما بود چی شید ما جوونه زدیم از زموری شید که میگفتم میخوش که ولی خو دولت رو کثیف‌ترم اصول آمیزش با مهار من یه من جدید ساخته میشه بعد مهار من خزونه خیلی هاشون میشه وقت بهار من لقه تنبیه من پاداش جرای من نداره فرق برام مقصدم قهر کرم از گفت چرفت و پر جای خفر ایسا از اول من خیلی خوشحالم دراب داره جا میفته این رب فرس من سینه سوخته این فرهنگم یعنی خیلی زحمت کشیدم دراب و جا بندازم به نوع خودم خوشحالم که دارم کلی دراب بیشترم جدیدم بچه درابی داد یه لول برد پایین شبیه دراب های موزیکایی مثلا الکترونیک بود یه پله کلن بی تو هست کرد یک کم بعدش ملودی رو فقط به تو داد با یه مثلا شاید اسنر ها کیک به تو نداره زدیم از زموری شید که میگفتم میخوش که ولی خوش تیشه ای نباریدش این همه داد زدیم چی شنید جامعه سنگ بود و دل ما بود چی شید ما جوونه زدیم از زموری شید که میگفتم میخوش که ولی خوش ته کورس رو میبینی تکرار نمیکنه. آفرین آفرین ایهو دولت رو کثیف‌ترم محصول آمیزش با مهار من یه من جدید ساخته میشه دولت رو کثیف‌ترم محصول آمیزش با مهار من یه عزیز شکر دولت رو کثیف‌ترم محصول آمیزش با مهار من یه من جدید ساخته میشه بعد مهار من خزونه خیلی هاشون میشه یه من جدید ساخته میشه بعد مهار من. آفرین به این شعر. من خیلی گوش نمیدم واسه اینکه یعنی خیلی با دقت به شعرش گوش نمیدم واسه اینکه بار اول دارم میشنم کارو ولی میدونی قضیه چیه قضیه اینه که حالا تاش صحبت کنیم چش زش با مهار من یه من جدید ساخته میشه بعد مهار من خزونه خیلی هاشون میشه وقت بهار من لقه تنبیه من پاداش جرای من نداره فرق برام مقصدم قهر کرست از کف کفن تا بر جای خفن و اومدم و رفتم تو دفتر نوشتم مثل ویلیام والاس نمیشه من خفه بشم اصلم که غرق پاچه و لنزاس من اون مبروط کارو کاوه گلستان وقتی همه صدا میکنم وانه تو نیسان تو هم موسیقی فقط پال تو اشتاس اصلا تو گروه حقا نرتش تکفیلش تو هم موسیقی کارو کاوه گلستان وقتی همه صدا میکنم وانه تو نیسان تو هم موسیقی یه وقتی همه صدا میکنن وانه تو نیسان به وانه میگه نیسان تو هم موسیقی فقط پال تو اشتاس فقط پال تو اشتاس اصلا تو گروه میکنم وانه تو نیسان تو هم موسیقی فقط پال تو اشتاس اصلا تو گروهان حق من ارتش تکفیر یه رو شعران میشه توی مدرسه تفسیر یه رو میاد که همه بفهمیم یه رو که هرکی بگی همه بگن دستم بزن بابا بیخیال بابا بیخیال زیدون من یه جلمان برم افتخار این بیت یه وقتی همه هنهین من میگن هی به خاطر دیمانتایز شدن متاسفانه از تکرار کلمات معذوریم نمیدونم چی کار کنم دیگه واقعا خیلی خفنه یعنی یه سری تیکه خوب دارم من میشنوم و برای اولین بار میخوام یه کار جدید تست کنم توی این ریاکشن ویدیو اون هایی که فکر کردم حال نداره خود این آخ چون این وسیله بازی جدید داریم شام چغال دیدشن یه رو سر این لاش خورا کاتانا میکشن وقتی منو رفیقام جمع میفهمیم یه رو که هرکی بجمع بگن دستم بزن نباشم چغال دیدشن یه رو سر این لاش خورا کاتانا میکشن وقتی منو رفیقام عقب برو واسیم پسر برو خالیاتو واسه پاپارازی ببن اونایم که خلاف شریم
دلیلاتون نمیشه پروانه مشتی. این که شنیدی یهودیسمه، نه زیر زمینی یه نه جریان اصلی. آفرین، خودشو برمبرا کرد از این دوتا دستبندی. هوشمندترین کاری که الان من یه رپرشم میکنم این کارو. هیچ اصلا نمیفهمم. میدونی به نظر من بازیچه شدن واقعا به اصطلاح رایج کامیونیتی بگیم، بری توی این دستبندی ها خودتو محدود کردی. اصلا چی میگن، شاید یه بردی واسط داشته باشه، به خودت بگی زیرزمینی، شاید اون مخاطبای زیرزمینی باهات، مخاطبای مثلا عشق زیرزمین باهات بیشتر ارتباط برقرار کنه، یا برعکس خودتو ضد زیرزمین و مثلا مینستریم و خفن بدی. چی میگن، وایب دار بدون موزیکاتو. اون کسایی که اهل وایب کردن با موزیکن بیان سمتت بیشتر، یعنی بگی من اینجوریام، به خاطر اینکه بگی من اینجوریام شاید یه سری بیان سمتت. ولی واقعا اشتباهه خودتو وابسته به اینجور چیزا بدونی الکی، چون این دستبندی ها دستبندی هاییه که مخاطبا انجام، آدمایی که میخوان راجع به موضوعات صحبت کنن انجام میدن. خب واقعا ما یه سری رپ داریم اصلا نه مینستریم نه زیرزمینیه، یا هم مینستریم هم زیرزمینیه. خب ما این دسته کلن این دستبندی ها برای اینکه راحت بشه صحبت کرد راجع به مسائل چی میگن درست میشه این دستبندی ها، و آرتیست هم باید خودش رو ببره تو این دستبندی ها. آفرین، کار هوشمندانه بود. خواستیم پسر برو خالیاتو واسه پاپارازی ببند، ما از اونهاییم که خلاف شریم، پیلاتو نمیشه پروانه مشتی. این که شنیدی یهودی اسمه، نه زیر زمینی یه نه جریان اصلی. این همه داد زدیم چی شدیم، جامعه سنگ بود و دل ما بود چی شدیم، ما جوونه زدیم از سموری شدیم، که میگفتم میخوش که ولی خوبش تیشه ای نبوریدش. این همه داد زدیم چی شدیم، جامعه سنگ بود و دل ما بود چی شدیم. تلفظ کورس رو میبینید عوض کرد، من راجعش صحبت کردم یکی تو ویدیو قبلی، میان کورس دوم رو تغییر میدن نسبت کورس اول. من مثال واردش فلو اول میگفتم میخوش که ولی خوبش تیشه ای نبریدش. این همه داد زدیم کیشنی، جمعه سنگ بود و دل ما بود شیشه ای، از همون ریشه این که میگفتم میخوش که آجی سنگ بود و دل ما بود شیشه ای. الکی بخوام بیش چی میگن اوورتینکینگ بازی در بیارم، میتونه معنی دیگه ای داشته باشه. سنگ کوکائین، قصر کوکائینیان بسا بگو، میتونه مثلا مفهوم سنگ و شیشه هم داشته باشه، یه مفهوم که نمیدونی یه اشاره ای مثلا به عمر هم داشته باشه. ولی خوبش تیشه ای نبریدش. این همه داد زدیم کیشنی، جامعه سنگ بود و دل ما بود شیشه ای، از همون ریشه این که میگفتم میخوش که ولی خوبش تیشه ای نبریدش. پیه پیه من بگو کیشنی خوف کردی؟ پیه پیه من بگو کی شنید؟ اجازه بدید توفتو دوست نداشته باشم آجی، توفت سالید باشه مشتی، تو که خود میدونی خودت هم فکرم قبول داری توفت به صورت یک تکه خارج شه، به صورت یک تکه لند کنه. آره یه پس آتوفایی مثلا شاید داشته باشه، دو سه تا قطره دور و برش باشه، ولی سالید نبود توف، پخ شد. اوه دندقه مایکل جکسون مونواک. یه جوری شرطنجیش یعنی معلوم دانیال مطربه دیگه. حاجی نمیم شادم نموشه ولی هست. آره دیگه اینجا میبینی ساعت و تاتوی دست و دستمند دست راسته مطربو ببینید. آره دیگه خودشه، موهاش معلوم. آفرین، خسته نباشید، دمتون گرم. این بود ترک موزیک ویدئوی کی شنید از ایهود. من یک هفته ناز میخوام نثار این ویدئو کنم راحت، یعنی هفته راحت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببین برای تجربه اولین بار شنیدن و حالا دیدن، اولا که یه سری چیزا یه سری نقطه ضعف داشته کار از لحاظ ویدئویی، همون کیفرینگ که بهتون گفتم،
مثلا یه جا کادر زوم شد ولی میبینی مثلا میگم رزولوشن دوربین 2K بود ولی مثلا زوم 3 برابر 4 برابر بود، یه خورده تصویر رو یه جوری کرده بود. نمیخوام مثلا ایراده ریز و خیلی ریز شم یا اون مسکه یه سری افکت ها مثلا یه جایی خب واقعا نمیخوام ریز شم. نقاط اینکه انقدر نکته مثبت داشت ویدیو که واقعا نکات منفی بچ نکته منفیه اینو واقعا. برای اولین بار شنیدن موزیک، حالا از لحاظ موزیکی بگم، یه جوری بود موزیکش منو گیر انداخت تو فضاش، هم به خاطر بیت پروداکشن خوبش، هم به خاطر بیتای باحالش، هم به خاطر کورس کورسش. مدل استفاده از کورسش خیلی سنتی بود ولی خوب استفاده شده بود، یعنی کورس مثلا یک کم شلوغی که تو بک وکال انگار مثلا چند نفر دارن میخونن کورس، یه همچین حالتی داشت. اما میگم خوب استفاده شده بود و یه سری بیت به من داد که بیتای باحالی بود و من رو تحریک میکنه، یعنی هم اون دلایلی که گفتم، همین بیتایی که چون همه بیتا رو 100% من با دقت نشستم گوش کنم، این یه چند تا بیتی که میگم منو گیر انداخت، مثل قلاب عمل کرد و باعث میشه که من دوباره برگردم ترک رو گوش کنم. بازم میگم نه فقط این بیتا اون دلایل قبلی هم بود ولی کلا یه سری اتفاق افتاد که منو گیر انداخت موزیک. و دمتون گرم، خسته نباشید، پروژه خیلی به نظر من با کیفیتی بود. و دمتون گرم بچه، لینک ویدیو توی دیسکریپشن هست، حتما چک کنید ویدیو رو، 100% شما هم خوشتون اومده چون کار با کیفیتی بود. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک یادتون نره، دوستان شید دیسلایک فورگنگ توی کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو اگر دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید ویدیوهای بیشتری از کانال ببینید و اطلاع پیدا کنید از آپلود ویدیو، به خاطر اینکه روزی حداقل یه ویدیو آپلود میشه توی کانال، میتونید اون زنگول رو بزنید تا از طریق نوتیفیکیشن مطلع شید از آپلود ویدیوهای جدید. همین تا ویدیوهای بعدی. سوال منم جواب بدید، دراز شده زبونت حاجی با عربا گشتی، فقط زد ازشون یاد گرفتی، مرحبا مشتی، اینم بگید برای کیه فعلا.